سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش طراحی ویجت برای وردپرس. خب برمیگردیم روی جلسهمون. فقط یک اشتباه کوچیک تو ویجتمون هست. ببینید هر موقع ما این رو ذخیره میزنیم، این اشتباه اینجا بود، این اشتباه اینجا هست. ما اینو نوشتیم آواتار، اینجا هم ببخشید بالاتر تو آپدیت، آره ببینید تو آپدیت ما نوشتیم آواتار در حالی که فیلد ها نامشون آتر آواتار هست. خب این آتر آواتار ها رو هم تبدیل بکنید به آواتار تا نامشون با اون فیلد آپدیتشون یکی بشه. در هر صورت اون چیزی که اینجا می نویسید، اگه اینجا نوشتید آتر آواتار، اینجا هم تو این نیو استنس اینجا اشتباه اینجا بود، اینجا باید آتر آواتار باشه، یکیشون باید یکی باشن. همیشه این رو در ذهن داشته باشید. رفرش رو من میزنم، چک میکنیم ببینیم که درسته، چون تیکش نمیمون، در هر صورت تیکش به این میرفت. ذخیره میزنیم برای الان تیکش میمونه. خب میریم سراغ همون، در نهایت گفتیم یه سری ایف رو میخواییم اضافه بکنیم به این ویجت همون که این فاره هم بهش اضافه کرده باشیم که اصطلاحاً به اینجا وصل شده باشن. خب بیایم سراغ نمایش دسته، از اول شروع میکنیم. اینجا یک خیلی راحت من یک متغیری میسازم، جای یک چیزی میسازم اسمشو میذارم conditions یعنی شروط. خب یکی متغیرش نظام به اسم catch-all برابر است با حالت ستایی استفاده میکنم اگر instance cat برابر بود با on true برگردون وگرنه false. خب قبلا این کار رو انجام دادیم، یه حالت ستایی میگیم که اگه این اینستنس همون اینجا اون کت داخلش، یعنی این اگه آن بود خب یعنی که این تیک داره، اگه آن نبود یعنی تیک نداره دیگه. من گم کردم آیناش. خب حالا میام سراغ دسته اینجا، خیلی راحت چی میسازم، چون میگیم if اگر کتشا مثبت بود، یک اند ایفی هم میذاره میکنیم. کمی تو رفتگی میدم نسبت به ایف که خودشو نشون بده. اگه این کتشا مثبت بود، خب حالا رفرش میکنیم. نام ها رو ما الان اینجا داریم، دسته ها رو داریم میبینیم. خب بریم این تیک نمایش دسته رو برمیداریم، ذخیره میکنیم، دوباره میم رفرش میزنیم، ببینید حالا نمایش دسته از بین رفت. میایم سراغ گزینه بعدی، نمایش نام نویسنده. نام نویسنده اینجاست، نام نویسنده. خب یک کاندیشن اینجا بسش میسازیم، آتر شو نامشو من میذارم برابر است با اینستنس. خب اون چیزی که ما بسش گذاشته بودیم نامش آتر بود دیگه، بیم اگر آتر همین بالاییه برابر بود با آن، این true باشه وگرنه false برگردونه. خب حالا اینجا میاییم تا اینجا که آواتار نمایش داده میشد، اینجاست که چی نشون داده میشه. اینو میارم پایین، میارم شروتر، میارم بالا. یک ایفی میسازم، ایف آتر شو مثبت بود
یک تور هفتگی میدیم، یک اند ایف میذاریم. خب رفرش میزنیم، نامش نام دسته رو الان داریم، درسته؟ تیکش رو برمیداریم، نام نویسنده ببخشیم، ذخیره میکنم، رفرش میزنم، نام نویسنده میره، فقط آواتارش باقی میمونه. خب میایم سراغ آواتار. گزینه بعدیمون نمایش آواتار نویسنده. اینجا همینو براش چی میگیرم؟ فقط این آتر رو میکنم آواتار. آواتار. خب بعد این آتر هم خب میشه آواتار. اینجا بینیم درسته، نگاهی بندازیم بعد آواتار، اینجا سی کپی پیستی ازش بگیریم که درسته بشته باشیم بشه. خب آواتار شو. بعد خب این هم همین ایف رو همینجا من واسهش میذارم، همین ایف رو میارم بالا واسه این آواتار. ایف یه تور رفتگی میدم، یک فاصله میدم واسه خانایی کود اند ایف. خب حالا اینجا میگیم اگه آواتار تیک داشت خب نمایش بده، تیک نداشت خب نمایش نده. چکش میکنیم، الان تیک داره، الان تیک داشت. باید چک بکنیم، باشید آتر شا اینو باید بکنیم آواتار شا باشه، من حواسم نبود، حالا باید درست بشه. رفرش میکنم، الان تیک داره، نشون میده، تیکش رو بر میدارم، ذخیره میکنم، دوباره رفرش میزنم، از بین میره. میمونه فقط این تایم نیلا. برای تایم نیلا هم اینجا یک فقره میسازم به اسم تایم نیل شو برابر است با همینو براش کپی پیست میگیرم. تو این کپی پیست ها مواظب باشید یادتون نره این اسم رو عوض بکنید. خب اینجا تایم نیل مقدارش، تایم نیل رو میارم. خب تایم نیل رو من فقط اینجا کپی بگیرم، تایم نیل شاپ، تایم نیل رو اینجا داریم. ایف تایم نیل شو مثبت بود، اگه مثبت بود خب اینو نمایش بده، وگرنه هیچ. واسه خانایی یکم فاصله هم میدم. خب رفرش میکنیم، نمایش میده. حالا تیکش رو من بر میدارم، اینجا ذخیره رو میزنم، دوباره رفرش رو میزنم، الان دیگه تایم نیل دارم ندارم. فقط میمونه یه چیزی دیگه، شاید تایم نیلی اصلا نداشت، یکی باگ کوچولو الان داره نرم افزارمون اینه که الان ما اینجا تایم نیل نداریم، بازم یه چیزی بریم مربع کوچولویی نشون میده. مثلا اینکه حالت پیش نیاد میگیم اگر تایم نیل مثبت بود و خود تایم نیل، یعنی خود تایم نیل هم مثبت بود، یعنی خالی نبود، درسته؟ یعنی دوتاش باید مثبت باشه. حالا رفرش میزنیم ببینید الان دیگه مربع کوچولو نیست، چون باگ کوچولو هم از بین رفت. این مثبتش از کجا میاد این دومی؟ خب اگه این گت آواتار اینجا get تایم نیل، این اگه چیزی نداشته باشه، تایم نیلی نداشته باشه، اون پست یک رشته توخالی برمیگردون، رشته توخالی هم خب معادل فالس دیگه، واسه این فالس میشه و این دیگه نمایش داده نمیشه. خب اینم از آموزش ویجتمون. یک ویجت دیگه من خدمتتون آموزش میدم، اون ویجتی است که رضا درخواست کرده بود، مال سایتی اگه اشتباه نکنم بهش ورزش سوم.
خواسته بود قسمتش رو به شکل ویجت در بیاریم. باشه، رو چشمم من میرم اونو چکش میکنم، البته اگه قابل ویجت شدن این قابلیت رو داشته باشه. اون سایت باید یه سری API رو در اختیار من بذاره که من بتونم اونها رو به مای این رو باید در نظر بگیرید حتما. یک سایتی باید یه قابلیت رو باید، یعنی ما باید بتونیم یه سری اطلاعات رو ازش بگیریم، یک سرویسی داشته باشه که ما بتونیم یک اطلاعاتی رو ازش بخونیم که بعد بتونیم اون اطلاعات رو نمایش بدیم. من این خواسته آقا رضا رو یک چکی میکنم، اگه واقعا همچین قابلیتی ورزش 3 داره، اگه اشتباه نکنم اسم سایت هم همین باشه، ورزش 3، اگه همچین قابلیتی داشت رو به روی چشم اون ویجت رو به خدمتون آموزش میدم. اگه نداشت یک ویجتی شبیه به اون براتون انتخاب میکنم در همون زمینه و خدمتون آموزش میدم. امیدوارم که از این دوره اولمون استفاده لازم رو برده باشید.